بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أيام شهادة مظلومانا وغريبانة شيخ الأوسياء إمام الصادق عليه الصلاة والسلام را به محضر شما بینندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنیم امیدوار هستیم که خدای تبارک و تعالی توفیق پیروی از دستورات امام صادق علیه السلام را در دنیا و شفاعتشان را در آخرت بهره و نصیب همه ما بگرداند ان الله بینندگان عزیز همراهان گرامی ارجمند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در جایی که هستین موفق و پیروز و شادکام باشین در این برنامه ما فضائل یکی از نوادگان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که امام صادق علیه الصلاه و السلام می باشد می به بحث بگیریم منتها این فضائل را از زبان بزرگان اهل سنت از زبان کسانی که در نزد اهل سنت استوانه هستند شاخص هستند میخواهیم به بحث بگیریم اولین کسی که ما میخواهیم سخنان او را درباره امام صادق علیه و السلام برای شما بیننده عزیز بازگو کنیم کسی نیست جز نعمان ابن ثابت که معروف به امام اعظم و کنیش ابو حنیفه می باشد جالب است سروران ارجمند ابو حنیفه سه سال از امام صادق علیه صلات و السلام کلان تر است ابو حنیفه در سال هشتاد هجری به دنیا آمده و امام صادق در سال هشتاد و سه هجری مدتی را ابو حنیفه در کنار امام صادق و قبلش در محضر امام باقر علیه و السلام بوده است ابو حنیفه در یکی از کلمات خودش امام صادق را ای رقم توصیف میکنه. خوب توجه کنید میگه ما رأیتو افقه من جعفر ابن محمد میگه ما فقیه تر و داناتر از جعفر ابن محمد ندیدم اصلا فقي و کلمات به این معنا از فقه گرفته شده به فهم و وقتی مثل ابو حنیفه رحمه الله عليه، ميجا که ما تر و داناتر و از امام صادق ندیدم تا خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل جای دیگه باز ابو حنیفه رحمت الله علی در الصادق علیه درباره امام صادق علیه السلام این رقم فرمایش میکنن لولا جعفر ابن محمد ما علم الناس مناسک حجهم میگه اگر جعفر ابن محمد نبود مردم معالم و نشانه حج خودشان نمیدانستن یعنی یک حج کامل یک حج درست حسابی یک حجی که آنگونه که پیغمبر حج کرده است اگر قرار باشد کسی امو رقم حج کنه چاره نیست مگر از کانال امام صادق علیه صلات و سلام عبور کند و گذر ایره من شیعه نگفتم ایره کدام ملای مسجد نگفته ایره امام اعظم ابو حنیفه که در جهان اهل سنت نامش می درخشه ایره میگه که اگر امام صادق نبود مردم روش حج کردن خودشان نمیدانستند. پس بیننده عزیز تا خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل در جای دیگه باز از ابو حنیفه رحمت الله علیه روایت شده میگه که وقتی ما وارد میشدم بر جعفر ابن محمد چنان هیبتی سرابای مرا میگرفت چنان شکوهی از شخصیت امام صادق سراپای مرا میگرفت که آنچنان شکوه و حیبت از منصور دوانقی بر معارض نمیشد ایرم باز کی میگه شاگرد نانوای نمیگه شاگرد بقال نمیگه کسی مثل ابو حنیفه امام اعظم اهل سنت میگه چنان من تحت تاثیر شخصیت جعفر ابن محمد قرار میگرفتم که او, تأثیر تاثیر از شخصیت منصور برای من نبود قربان امام صادق علیه السلام او کسی نیست مگر نباده رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم امیدوار که خدای تبارک و تعالی به همه ما مسلمانا توفیق پیروی از دستورات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله سلم ائمه معصومین و صحابه کبار را لطف و مرحمت بفرماید و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته